می اومدن چیکار میکردن؟ دختراشون و زناشون رو قالب میکردن به پیغمبر. یک رسم اعراب داشتن که میرفتن با طرف وقتی به رایزنی میکردن که آقا مثلا این شما دوماد ما بشین، دختر مال شما، خیلی هم راحت ازدواج میکردن. مثلا یه 5 دقیقه صحبت میکردن تا شب تموم شده بود، سر خونه زندگیشون بودن. مثل خریدن یه وسیله ای که اصلا دردسری نداره، چون زن همینجوری کالا میدیدن دیگه. منتها یه رسمی داشتن تو بین همه میگفتن که آقا این دیگه اعلام وصلت کرد، چون این اعلام وصلت وصلت دو نفر نه، وصلت دو عشیره بود، خیلی مهم بود. بدونید که از فردا به این عشیره حمله کنید، ما هم پشتشیم، ما دیگه الان فامیلشونیم. اگر تو جمع اعلام میشد اون طرف میگفت نه، این نه به معنی جنگ دو عشیره بود، یعنی معنیش این بود که من نمیخوام با این عشیره فامیل بشم، یعنی با او سر چی دارم؟ جنگ دارم. اینا از این مسئله سوء استفاده میکردن. بدون اینکه با پیامبر هماهنگ بکنن، یهویی تو جمع میگفتن خب این دخترمونو ما قراره بدیم به پیغمبر، این خواهرمون قراره بدیم به پیغمبر. حالا پیامبر چیکار کنه؟ بگه نه، جنگ درست کنه بین بنی هاشم اون عشیره؟ بگه آره؟ خب نمیخواد یارو رو. راهشو خوب فهمیده بودن. چرا این کارو میکردن؟ یکی خب بالاخره این شرافت میورد و پیغمبر فامیل بودن. دو، اینا شنیده بودن که آل این پیغمبر خیلی مهمه. میگفتن بذار ما بشیم پدر بزرگ مادری نوای پیغمبر. هرچی خواستگاری از زهرا رفتن، اون که فایده نداشت. یه راهکار فقط همین مونده بود. گفتن خب چه کار کنیم چه کار نکنیم، هیچ راهی هم نداشت. ابو سفیان ام حبیبه رو داده بود به پیغمبر، یعنی ابو سفیان هم پدر زن پیامبره، که دعوا دیگه بین بنی هاشم و بنی امیه چیه نباشه. ام حبیبه بچه دار نمیشد. همه میدیدن اگه ایرادی چیزی باشه از ام حبیبه است، چون پیامبر از زن دیگه داره بچه دار میشه. این طرف اون طرف یه روز ابو سفیان دید فایده نداره، اومد گفتش که یا رسول الله بیا اون یکی دخترم هم بدم. حضرت فرمود دو تا خواهر نمیشه با هم گرفت. گفت خب پس اونو طلاق بده، اینو بگیر. دیگه پیامبر دیگه به قولی امروزیش بگیم دیگه به یه مرحله رسید که انقدر مهربون بود، سوء استفاده میکردن از مهربونیش. دیگه اومد تو مسجد خطبه خون، رفت بالا منبر فرمود ولا تعرضن علی اخواتکم ولا بناتکم، انقدر دختراتون و خواهراتون رو من غالب نکنید. و شورشو در آوردید دیگه شما هم دیگه. ابو سفیان گفتش که باشه من دختر جدید بهت نمیدم، اونو طلاق بده اینو بگیر. بعد پیامبر اینو میفرمود قبول میکردن یا نه؟ گفتیم که صرف پیامبر قبول نمیکرد. برای اینکه خدا پیامبر نجات بده چی شد؟ آیه ناظر شو سوره احزاب اشتباه نکنم آیه 52 که ای پیامبر دیگه اجازه نداری زن بگیری. پیامبر رو نجات داد این آیه. اینا اومدن برنامه‌ریزی کردن، گفتن عیبی نداره، زن زیاد نکن، یه دونه طلاق بده اینو جدید بگیر، تعداد ثابت میمونه دیگه. ادامه آیه نازل شد که آقا اجازه این کارم دیگه نداری. میخوام بفهمید تو چه شرایطی، توی ازدواج اونجا یعنی چی. برای همین نباید تعجب وقتی درگیری زیاد میشون، ساختار عشیره‌ای موافقت میکرد با این، میگفتن سری یه دختر بده. نکته اینو بعد بارها تو سخنرانی گفتن، همین الان تو خوزستان خودمون تو عراق هنوز هست. اصلا ازدواج تو اون شرایط مثل ازدواج الان نیست. کلا ذهن پاک کنید، دیلیت، یک نگاه جدید باید بزن. زن کلن کارکردش جنسیه، یه 20% هم کارکرد اجتماعی امنیتی داره که جلوی دعواها رو بگیره. برای همین هیچ آدمی در اونجا ازدواج در اون عشیره یه چیز عجیب غریب بود، که یعنی دخترتو بدی از بنی هاشم بدی به خود بنی هاشمی ها، این خیلی عجیب بود. چرا؟ چون بنی هاشم که با هم دعوا ندارن که. برای همین ازدواج دخترم و پسرم و اینا شاخ در آورده بودن، ازدواج امیرالمومنین از زهرا.